کافه روشنگران، پاتوقی برای اهل اندیشه، جایگاهی برای گفتن نظرات ممنوع، با حضور نویسندگان، پژوهشگران و اهل نظر. هر هفته در رادیو تلویزیون مانی، شما هم در کافه روشنگران میهمان و همراه رادیو مانی باشید. با گرمترین درودا به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی. مانی هستم و همینطور که میبینید یکی از هنرمندان بزرگ شایسته و مبارز ایران، آقای پرویز صیاد، در اینجا تشریف دارن و این افتخار من دادن که گفتگوی با ایشون داشته باشم، هم درباره خودشون، درباره کاراشون و هم بیشتر از اون دوست دارم که نظرات یک هنرمندی رو که نزدیک به 60 سال در میدان سینما و تئاتر و شعر و داستان و کوشش‌های فرهنگی و هنری بوده، درباره هنر، ادبیات، ادبیات در تبعید، زندگی هنرمند در تبعید، آینده ما، آینده ایران، آینده فرهنگی ایران با هم سخن بگیم. گفتگویست از پیش نیندیشیده و ما هر دو اهل هنر هستیم، ایشون هنرمند برجسته و شناخته شده و من هم مانی کوچیک در خدمت شما. میخوایم خیلی خودمانی با هم صحبت کنیم. آقای صیاد، خیلی خیلی خوشحالم واقعا که شما رو میبینم. تشریف آوردید. سپاسگزارم. اجازه بدید منم در آغاز سخن سپاسگزاری کنم از شما که این فرصت مختارم رو برای من به وجود آوردن که با هاتون گفتگو بکنم. خیلی وقت بود دورا دور شما رو میشناختم، با آثارتون آشنا بودم و خوشحالم که برای اولین بار حضورا خدمتون هستم و البته شما بنده رو با این تعریف و توصیف با گشاده دستی از من یاد کردید. با خیلی یه جورای شرمنده شدم از اینکه با این حرف که زدید توقع تماشاگران خودتون رو انقدر بردید بالا که میتونم نگرانی من که نکنه مایوسشون کنم. اصلا اینطور نخواهد بود، برای اینکه شما حتی در شخصیت های سینمایی که آفریدید از نوعی صداقت و خود بودن حکایت میکنن اینها و همین که خودتون باشین و منم خودم باشم اون ارزش داره. بله قربونت برم. شما اینقدر دامنه رو وسعت دادی، دامنه انتظار تماشاگر از ما از این گفتگو، ولی بینندگان من و بدون دوغور خودتون بدون مقدمات اولیه و همینطور خودجوش این گفتگو به عمل اومد، به خاطر که اصلا باید من به هدف دیدار شما آمدم اینجا، فقط دیداری داشته باشم و سرکارم افتاد به جلوی کمروی حساس و بسیار سختگیر شما به خصوص. نخست این که خیلی خوش آمدید به اتاق کوچک شاعر، دوم که بینندگانی که من رو میشناسن میدونن من اهل تعارف و مبالغه نیستم و هر سخنی میگم از سر دلم میگم، اگر اشتباه هم کنم پاش میایستم. خب برادر، اگه میخواستی مبالغه کنی در حق من چه میکردی؟ شما دیگه نهایت لطف و مهربانی. آقای صیاد، شما ببین اصلا این الان نشون دادید که یک پس‌زمینه‌ای در کاراتون هست که طنز هست، نگاه کردن زندگی و هستی اجتماعی با یک طنز خفیف اما بسیار گویا، یعنی مردم میدونن شما کار طنزآمیز درست نکردی، شما دارید یک مسئله جدی اجتماعی رو روی صحنه یا جلوی دوربین اجرا میکنید، ولی این خود زندگی است که طنز داره و این طنز ارائه میشه تو کارهای شما، یا شما خودتون رو کوشش دارین که لحنی طنزآمیز در کارهای هنریتون جاری باشه که جذابیت بیشتری داشته باشه و مردم خسته نشن؟ این کاری که شما دارید، این صفتی که دارید نسبت به کار من، در واقع با آگاهی قبلی انجام نشده. شاید من به طور ناخودآگاه تحت تأثیر بازیگران نمایشنامه‌های روحوزی بودم که اونها هم بیان طنزگونه داشتن
و یا شاید تحت تاثیر نخالهایی بودن که از کودکی به خاطر اینکه پدرم کار نخالی میکرد، کار نخالی شاهنامه البته میکرد، ولی دوستانی داشت که کارهای کمیک میکردن در زمینه نخالی که خیلی معدود و محدود بود، یعنی نقال شاهنامه فراوان بود، مصیبت خان فراوان بود به قول خودشون، ولی نقال کومیک که بتونه نقالهای کومیدی بگیر و مردم بخندونه خیلی کم بود. به همین دلیل وقتی اولین بار من پای نقال و این کار نقالی نشستم اینقدر برای من جذاب بود، چون مشابهش رو ندیده بودم، که تمام کودکی من پر بود از این خاطره نقالی مثلا مرشد برزو اصفهانی که دوستان پدرم بود، هم در سفر اصفهان من رفتم پای نقالی اون نشستم و اون چون خیلی نقال پرآوازه بود به شهرهای دیگه هم دعوت میشد، ازش دعوت میکردم به تهران و میامد در قهوه‌خانه های بسیار بزرگ با گنجایش وسیع نقالی اسکندرنامه میگفتیم مثل نسیم عیار، که ما خیلی کم داشتیم چنین نقالانی که بتونن اون قدرت لازمه رو داشته باشن که با یه قصه‌ای که چندان پیشینه ادبی هم نداره مثل فردوسی، مثل شاهنامه نیست، بلکه یه کتابی است مثل سال امیر ارسلان و حتی بسیار خواننده و شنونده محدودتری هم داشت. به همین دلیل هم نقالهایی که بتونن تخصصی داشته باشن در این زمینه خیلی کم بوده. برحال این از اولین کسانی بود که این شیوه گفتار باز به زبان طنز رو یه جوری در کودکی توی ذهن من جاسازی کرد و بعد وقتی شروع کردم به کار، بدونی که حالا بعدا خودم وقتی تجزیه تحلیل میکنم آخه چه چیزایی چه کسانی منو برانگیخته که اصلا من از اولین کارهایی که کردم از همین زبان استفاده کنم، از زبان طنز و مطایبه. میبینم یکی از اولین اثراتی که گرفتم از آدم‌های پیش از خودم این نقال اسکندرنامه خان بود و همچنین یک بازیگر که در نقش‌های روزی یه نقشی بازی می‌کرد که اونم خیلی بر من اثر گذاشت. آقای سیاد، ادبیات ما در ایران به علت اینکه کشور ما دچار ضایعه‌های بزرگ فرهنگی سیاسی بوده و بارها اشغال شده و یک کشوری است همیشه در طول تاریخ نوعی غم داشته، غم زده بوده و طنز خیلی به ندرت در ادبیات ما تجلی پیدا کرده. مردم طنزهای رایج خودشون رو دارن ولی طنز قوی نیست. ما مثلا عبید زاکانی رو داریم، ایرج میرزا رو داریم، هادی خرسندی رو داریم و طنز پردازان درجه‌ای که دیگری هم داشتیم و هنوز هم خوشبختانه داریم، اما در مجموع طنز در ادبیات ایران به نوعی ادبیات یا هنر دست دوم تلقی میشه. مثلا انگار چون جدی نیست پس شوخی دیگه، باید شوخیش گرفت. حالا اینکه به باور من اینا در کارهای زبید هم عبید هم میتونیم ببینیم که دقیق ترین مسائل فلسفی، دینی، اجتماعی، اقتصادی، استبداد سیاسی و هر چیز دیگری رو با کلمات و واژه‌ها و ابیات و نثرهای بسیار ظریف، طنزآمیز و در این حال ماندنی بیان کردند که مردم ایران اینها رو بسیار دوست می‌دارند. شما بعد از این همه کار سینمایی و تئاتری که کرده ای، نقش طنز رو در ارائه حتی غمگین ترین مسائل جهان، غمگین ترین مسائل میهنمون چی میدونه؟ طنز اینجا داره چه نقشی بازی میکنه؟ همونطور که اشاره کردیم ما وارث ادبیاتی هستیم که به طور کلی میشه اونا ادبیات عبوس نامید، اونم به خاطر همون حوادث تاریخی است، به خصوص بعد از حمله عرب به ایران دیگه واقعا دیگه فضایی برای خندیدن یا خنداندن برای به خصوص اون اولین کسانی که دست به قلم بردن کار شعر کردن به جهات نمیگذاشت و به همین دلیل همون اسامی که شما بردید در این تاریخ ادبیات بسیار وسیع و گسترده ما یکی دو نام بیشتر نبردید. البته حافظ رو از قلم انداختید که به نظر من طنز حافظ حد بالا و اعلای
طنزگویی در شعر ایرانی است و تنها کسی که در بلتوان هم دوره بود با حافظ ما می‌بینیم عبید زاکانی است. درست اون دوره است که مثل که طنز یه تجلی پیدا کرد که نوع کامل خودش رو در کار عبید هست و نوع کاملا اثیری و هنری خودش توی کار حافظ هر دو متجلی است. و بعد یه می‌بینیم دوره قرنها خبری نیست تا میرسیم به ایرج میرزا به گفته شما و بعد نویسندگانی که در همین تاریخ مشروطیت از تاریخ مشروطیت شروع کردن به توازمایی در این زمینه ها که دو شکلهای اولیش هم خیلی خامه ولی در این حال بیانگر اون نیاز اجتماعی است که در میان این ادبیات عبوس باقی مانده از نسلهای پیشین تازه یه گشایش یافت برای توسم لب خواننده آوردن و بیشترش هم شاید به خاطر کسانی بود که برای اولین سفرهایی که به اروپا کردن با ادبیات طنزگونه معاصر اروپایی آشنا شدن و آمدن و ایران نمایشنامه‌ای نوشتن در این زمینه که اولین نمایشنامه‌ای که نوشته شده مثلا جعفرخان از فرهنگ برمیگردد می‌بینیم که هم حکایت می‌کنه از موجی که از فرهنگستان با اطلاعات جدید به ایران میاد و جامعه متجدد رو دیده و دوست داره که جامعه خودش رو به سوی تجدد ببره ولی با چه زبانی؟ با زبان طنز و مطایبت. ما در بعد از مشروطه نمونه‌های بسیاری داریم که بهترینش البته همون ایرج میرزاست که فرهنگ آقای سیار شما یک شخصیتی رو آفرید در سینمای ایران به نام صمد. ببخشید صمد آقا قرارسی که اعتراضی بشه خودتون بود ولی شده که ولی اون پسوند رو بگید. این شخصیت طنزآمیز است. اولا خیلی دوام آورد و زود سایده نشد با حاشیه نرفت. دوم این که توانست یک پلی بزنه بین سینمای رسمی و جدی ایران و در واقع نوع تازه از یک سینمایی که ظاهرش طنزآمیزه ظاهرش روستاییه ولی محتواش همون محتواییست سینمای جدی سعی میکنه در مثلا دو ساعت فیلم یکی از اون موضوع رو نشون بده که شما در یک فیلم صمد ممکنه 10 تاشو نشون بدید اما این کاراکتر تونسته یک پلی بزنه بین توده های مردم و سینما. یعنی توده مردم اگر فیلم های همچون فیلم صمد آقا و کاراش نبود مثلا کمتر میرفتن کارهای آقای کیارستمی یا آقای بیضایی یا اونا رو نگاه کنن. اگر هم نگاه میکردن خیلی اخ نمیشدن چون اونا سینمای روشنفکری درست میکردن. در فیلمای صمد عنصر روشناندیشی کاملا پیداست، ادعای روشنفکری توش نیست و این کارا رو شما در برخورد با شخصیت‌ها و صمدی که به عنوان یک گوهر روستایی کمتر با شیله پیله میاد با زندگی شهری روبرو میشه و مسائلش رو بیان میکنه. اتفاقا این صمد در زمانی درست شد که هجوم روستایی ها به شهرها داشت آغاز میشد و همون روستایی ها اومدن و پشتوانه انقلاب خمینی شدن و تا الان هم خیلی هاشون پشت این رژیم موندن. یعنی صمد واقعا شخص خیالی نبود، یک واقعیتی بود. حالا شما درباره صمد اگر بخواید حرف بزنید دیگه شما آقای پرویز صیاد هستید، صمد آقا نیستید، یک آدمی هستید که در گفتارهاتون در کارهای جدیتون ما یک چهره فرهنگی مبارز و ایستاده در برابر ستم رو میبینیم که هیچ نقش و ردی از صمد نداره ولی وقتی میرید اونجا در نقش او بازی میکنید بازم سعی میکنید اون مسائل رو این بار از دید او بیان بکنید. شما هم فکر میکنید مثل من که عمر صمد در سینمای ایران حتی اگر دیگه ادامه ندید به هیچ وقت طولانی خواهد بود؟
من به این قسمت فکر نکردم، ولی در این تحلیلی که شما از صمد به عمل آوردید به اون خصوصیات اجتماعیش اشاره کردید که این خاصیت رو در واقع ما کارهایی که در تلویزیون انجام میدادن با همین خصلت طنز همراه بود، چه اون کارهایی که توی برنامه اختاپوس، سریال اختاپوس انجام دادیم و همچنین در سریال سرکارسوار که در واقع یه شکل ساده تری بود طنز نسبت به اختاپوس. ما این شخصیت صمد رو در واقع من این شخصیت صمد رو از زمینه این فضای روستایی که در برنامه‌های سرکارسوار بود بیرون کشیدم و چون نمیتونست هماهنگ نمود با ساختمان نمایشی سرکارسوار که قرار بود نقش اول سرکارسوار باشه و نقش‌های فرعی نتونن جای اون رو بگیرن و صمد داشت آنچه به محبوبیتی میرسید که اون رو تحت شعاع قرار میداد، ما کمی هم این صمد به خانواده‌اش رو از اون سریال سرکارسوار کنار کشیدیم که من وقتی آوردم به سینما در واقع او و شخصیت‌های شناخته شده تلویزیونی بود که الان قهرمانان همون چند تا فیلم نیست که باقی مانده از اون دوره. ببینید اشاره کردی به ادبیات عبوسی که به ما ارث رسیده بود تا قبل از مشروطه و جریان تجدد و همین حرکت روستاییان، حرکت غیر پیشبینی شده روستاییان به شهرها به دنبال کار، یک حوادثی را به بار می آورد و این دوگانگی خود به خود ایجاد وسائلی می کرد که اگر ما خواستیم رو به همش به صورت جدی بیان بکنیم تبدیل می شد هر کدومش به یک مقاله اجتماعی، در حال کار نمایش این بود که جذابیت بیشتری برای تماشاگر داشته باشه. من این زبان رو از تلویزیون آموختم چون تلویزیون با یک تماشاگر گسترده‌ای مواجه هست و در حالی که تئاتر با یک تماشاگر بسیار محدودی مواجه است، حتی به نسبت تلویزیون سینما هم آنچنان تماشاگر گسترده‌ای نداره، به خصوص سینمایی که متعلق به قشر روشنفکری جامعه است که مخاطبش طبقه تحصیل کرده است و در یک کشوری که اکثریت با کم سواد هاست یا بی سواد هاست، اونجا این نوع شخصیت های ساده و عامه پسند مثل صمد و اون اوان اعصارش که دور و برش هستن بیشتر مخاطب پیدا میکنن، بیشتر تاثیرگذار هستن. این زبانی است که ما از تلویزیون آموختیم که با جمعی کثیری مواجه بود که من اینو آوردم منتقلش کردم به سینما و اگر توجه کنیم بینیم ده حتی در همین نمایشنامه های باقی مونده از فیلم های صمد در قبل از انقلاب و همچنین نمایشنامه هایی که بعداً من از بام گرفتن این شخصیت در تئاتر بعد از انقلاب در خارج کشور از استفاده کردم، این با یه طنزی همراه هست آشنا با مردم، یعنی برآمده از زندگی خود مردم که گاه با حوادث تلخ و شیرین مواجه است، شما هم تو جمعیتی با فراز نشیبه های اجتماعی مواجه است. دلیل ماندگاریش رو اگر از من بپرسید همینه که با حوادث و رویدادهای تلخ و شیرین زندگی مردم این صمد هم بارور شد و انعکاسی از همون حوادث بود. مثلا فرض کنید که ما در سینمای دوره پیش از انقلاب با هجوم بی‌رویه فیلم‌های کاراتئه‌ای مواجه شدیم، یکی از رقبای سرسخت سینمای ایران، سینمای بخش خصوصی ایران که از پشتوانه حمایت دولت هم بهره‌مند نبود، همین فیلم‌هایی بود که از کشورهای دیگه به ایران می‌آمدند، اینا رقبای سرسختی برای رشد سینمای دوره قبل از انقلاب بودند، از جمله مثلا همین فیلم‌های کاراتئه‌ای که می‌آمد میبلعید اون تماشاگرانی که به صورت همون به نمایش همون فیلم هایی میرفتن که شما بهش فیلم های رسمی و سینما های ایرانی نامیدهید. خب اون همون تماشاگران اونا رو حتی این فیلم ها گرفتن. اینجا بود که صمد آمد و اون فیلم صمد در راه اجده ها در راه گزارش طنزگونه است از این تأثیر این فیلم های کاراتئه‌ای که از هنگ‌کنگ و خاور دور می آمد به ایران و جامعه ایرانی که تشنه رفتن به سینما بودن، به خصوص طبقات فروده است، کارگران و پیشه‌وران که مخاطب اصلی اون سینمای خصوصی ما بیشتر اینا بودن. آقای سیاد، شما چون حرفتون تئاتر و سینماست میدونید که وقتی یک سناریو نوشته میشه
هنرپیشه ها باید طابق نحل و به نحل همون رو اجرا کنن و حتی ممکنه یک کلمه رو شل بگن یا کند بگن یا یادشون بره کات و باید از نو ضبط بشه. اما در فیلم های صمد به نظر میاد که طرح کلی قضیه ریخته شده و هنرپیشه ها تا یه حد زیادی فی‌البداهه آزاد هستن که متناسب با موقعیت صحنه واژه‌ای از خودشون بگن. میدونم که در کل فیلم نمیتونه چنین باشه چون هرج و مرج برپا میشه، اما شخص خود شما که نقش صمد رو بازی میکنید من خیلی جا حس میکنم که ببین اینجا دیگه جز سناریو نبوده، اینجا خود آقای صیاده که به ذهنش رسیده فی‌البداهه چیز زیبایی انداخته اون وسط. اینطوریه؟ همین کلمه به نظر میاد جمله عبارت درست رو مشکوک به نظر اینجور میاد، ولی همه اونا نوشته شده بود فیلمنامه‌اش. ولی خب احتمال این داشته وقتی ما میریم روی صحنه، صحنه‌ای که ما قبلا پیش‌بینی می‌کردیم اغلبش رو دیده بودم، من می‌دونستم کجا دارم میرم و در چه محلی دارم این کارو می‌کنم، ولی همه محل‌ها همون جایی نبودن که ما قبلا پیش بینی کرده بودیم. به دلایل مختلف بایستی اجازه شده یا به ما نمیدادن یا باید جایی عوض میکردیم و همین جابجا شدن از یک محلی که قبلا پیش بینی کرده بودم آشنا بودم با خصوصیات اون محل به یه محل دیگه ایجاب میکرد که با توجه به این محلی که آن را هستیم یه چیزایی همونجا در صحنه اضافه بشه یا کم بشه. یعنی یه جایی هستش ما به چیزی اشاره میکنیم که نظر تصویری وجود نداره، اینه نمیشه در سینما ازش بهره برد چون همه چیز مردم خواهم ببینن بیشتر از اینکه بشنون. اینجا بود که اون لحظاتی که فکر میکنید بدیه سازی هست و بیشتر این بدیه سازی به خاطر شیوه نمایشی است که ما به کار میبردیم که به نظر میمد که نظر نه خودشون میگن، چون بایستی اونچنان طبیعی بازی کنن که قابل باور باشه برای تماشاگر. میخوام اشاره بکنم که شخصیت های فیلم های صمد از واقعیت امر به دور هستن، یعنی در واقع شیوه کاریکاتوری دارن. میگه مثلا کت خدا یک کاریکاتوریست از یک کت خدا یا مشتی باقر ایمولا، همه اینا یه جور حالت کاریکاتوری دارن، منتها نوع بازی جوریه که اونا رو به واقعیت به رئالیسم زندگی روزمره نزدیک کنه و به این دلیل به باور تماشاگر نزدیک میشه. ما اینکه دارم نقش کاریکاتوری، چون من خودم بازیگر نقش صمد بودم سعی میکردم این چیز کاریکاتوری رو به حد اقل برسونم، چون خود به خود کارها غیر منتظره بود به اندازه کافی، دیگه نمیشد اینو پیش از این خول داد به سوی کاریکاتوری و اونجا که میرفتیم دیگه به نظر غیر عادی و غیر قابل باور میرسید. و توجه داشته باشیم که آموزگاران اصلی بازیگران اون دوره و غیر از اونایی که رفتن تحصیلات خارج کردن همون تعزیه‌خوانی و نمایش های روحوزی ما بود. نمایش روحوزی ما در واقع مثل کمدی دلارته ایتالیایی یک قصه هست و بازیگران دور اون قصه، یعنی اون استخوان‌بندی قصه رو میدونن و بعد خودشون از خودشون میسازن و عبارات ساخته یک نویسنده یا ادیب نیست، یک نمایشنامه نیست، ولی به قدر آگاهی و ظرفیت اون بازیگری که اندازه زبانی چقدر شسته رفته میتونه حرف بزنه، یکی نقش پادشاه بازی میکرد، یکی نقش حاجی بازی میکرد، نقش سیاه بازی میکرد، اونا برایشون ننوشته شده بود و نقشا طرح قصه نوشته شده بود که حاجی میاد زنشو میبینه یه غریبه تو خونهشه با هم دعواشون میشه، اینه فقط. بعد حالا این دعوا چگونگی درگیری دیگه بستگی به قابلیت صحنه سازی اون بازیگر داره که اون کار انجام و حسی که از تماشاگر میگیره. حتما تماشاگرم وقتی میخنده یا حتی عکس عمل نشون میده، حتی بازیگرم دو اکتیوار مقابل نشون میده، اینها آموزگاران اولیه من بودن. همونطور که از هم اول من تحت تاثیر بازیگران روحوزی بودم و اون نقالایی که ازشون نام بردم، من یادم میاد یکی از این صحنه‌ای که بعضی وقتا آخر نمایشنامه‌های روحوزی به صحنه میومد، به خصوص در تئاتر دو تا تئاتر بود که
در محلی که خیلی در لاله‌زار بود. نه 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 پایین تر تو دروازه قزوین در محلی که برها در موسیقیخانه شهر بود در اون ناحیه بود دو تا تئاتر بود که هر دو این تئاتر به نام حافظ نو به نام سعدی نو خیلی جالبه که این دو شاعر بزرگوار کارشون به کجا کشیده بود که این دو تا تئاتر اسمشون با هم رقابت هم داشتن. اینا هم نمایشنامه‌های روحوزی رو بازیگرا اونجا رو صحنه بازی می‌کردن. من یه بار با یه گزارشگر خارجی که علاقه داشت این نمایشنامه رو ببینه برده بودم ایشون توی اکسونا، یادم میاد که بازیگر اصلی وسط بازی که داشت می‌کرد یه شروع کرد به یکی از حاضران توی سالن گفت آقا بالاخره تو این بدهی تو میری به ما بدی یا نه؟ بسید کار رو برگرد با کسی که از این پول طلب داشت شروع کنه وارد مذاکره. بعد این آدم فرنگی من گفت اینا چی دارم من خنده نمیدونستم ترجمه کنه که این داری چرا با مردم داره حرفی زن. از منم که آقای سیاد این برداشت من هست و اون این که روشنفکرهای ایران صمد رو دزدکی نگاه میکردن. مشکل خودش بود. من کم در کسی رو میشناسم که چند تا از کارهای صمد آقا رو ندیده باشه. نه؟ با این همه شما در قلم و نقد فرهنگی، نقد سینمایی که اینا می نویسن هیچ کدوم اینا رسما نیومده بگه که بله این روی از سینماست، من رفتم میرم میبینم علاقمندم. از این خبران نیست. این تودا هستن که بیشیلی بیلر میرفتن مینشستن و کارهای صمد رو نگاه میکردن و روشنفکران این اواخر بعضی هاشون دیگه یخشون آف شده ذره و میگن مثلا اعتراف به گناه اعتراف به گناه میکنن. مثلا توی مهمانی نشستن یکی داره مثلا لقمه بزرگتر برمیداره بهش میگن مثل صمد آقا دلوپی بخور دلوپی بخور، نشون میده که فیلم‌ها رو دیده قشنگ یاد شد. و همین خاطر من میگم که من البته وقتی از روشنفکر رو حرف میزنم شما روشنفکر هستید، خودم هم شاید باشم نمیدونم، همه روشنفکر ها یک جور نیستن و سطح و برداشت و نوع برخوردشون هم با مسائل کلن فرق میکنه. اما اون چیزی که ما به ارث بردیم از دوران پهلوی که جو روشنفکری سنگینی بیرون از دستگاه نظام برای خودش کار میکرد، دم و دستگاهی داشت، بروبیایی داشت، حرفش تأثیری میگذاشت و جوانها، دانشجوها، شاعران، نویسندگان جوان منتظر بودن ببینن مثلا زندیات شامبو چی میگه، آقای خویی چی میگه، آقای نادر نادرپور چی میگه، آقای براهنی چی میگه. بیشتر حواسشون به اونجا بود و سینماشون هم سینمای اون طرف بود و اینا یک جوری میشه گفت که از جامعه، از تودهای وسیع ایزوله بودن و همین خاطر شاید نتونستن آنگونه که شریعتی در مساجد در حسینی ارشاد بر مردم اثر گذاشت و آخوندها در منابر و مساجد بر مردم اثر گذاشتن، روشن فکران ما که خیلی هاشون دلسوز میهن بودن و هنوز هم هستن، این ها با مردم رابطه نزدیکی داشته باشن و اینها رو در مقاطع خیلی دشوار سیاسی تحت تاثیر داشته بگیرن برای جهت دادن به این تودا که نیفتن دنبال کسانی همچون خمینی یا همسال هم. اما امروز شما فکر میکنید که این زمانه عوض شده؟ یعنی آیا روشنفکران ما، هنرمندان مدرن ما توانستن نقبی بزنن به داخل توده ها؟ گرچه تمام تریبون ها رو در ایران هنوز هم از اونها گرفتن، در خارج هم کسان دیگه تریبون وجود نداره. با این همه حس زمانه شما چی میگه؟ ببینید اول اجازه بدید که برگردیم به دوره پیش از انقلاب و به روشنفکران به اون دوره و رابطهشون با صمد اشاره کردید که کاملا درسته.
پیش از انقلاب ادبیات نمایشی و به طور کلی ادبیات ما تحت تاثیر روشنفکران جناح چپ بود. یه واقعیتی حتی در ژورنالیستی ما در نقد ادبی نوشتن، در نقد نمایش نوشتن ما تحت تاثیر روشنفکران بودیم، یعنی جامعه تحت تاثیر روشنفکران جناح چپ بود. خب اونا یه بدشانسی که این کاراکتر صمد آورد این بود که شهرتش مصادف شد با صمد بهرنگی. من بدونی که اصلا شناختی از صمد بهرنگی داشته باشم، زمانی که صمد توی تلویزیون شروع کرد به اول اسم صمد رو شناخت، اولین نمایش اصلا یه دهاتی بود. هیچ وقت هم قصد این من نداشتم که این دهاتیه ادامه داشته باشه. یه نقش فرعی در اول اپیزود سرکار سرور نوشته که مثلا امتحان بدیم به تلویزیون پایلوت بسازیم که اینا قبول بکنه این سریال رو. به صورت فیلم هم تهیه شده بود. اون موقع یه نقش کوچه که این دعاتی رو من بازی کردم برای که خودم سرگرم یه سریالی در هفتگی بودم در کانال سه سابق، بخش خصوص تلویزیون بخش خصوصی. هر هفته وقت نداشتم که نقش اصلی تر از این پیدا برای من تو نمایش برم بازی کنم. این نقش کوچیک رو بازی کردم و اسمی هم نداشته. دعاتی بود که اومده بود خودش دخالت میداد به کارهایی که به اون مربوط بود. بعد از مدت ها که این سریال در تلویزیون پا گرفت و ساخته شد و شش ماه هم گذشت، تلویزیون نظرخواهی کرد از مردم که شما چه برنامه رو میپسندید از میان تولیداتی که ما میکنید. خب مقدار زیادی نظرخواهی ها به سود همین سریال سرکار سوار آمده بود و ما چون یه گروه مستقل بودیم و از خارج برنامه رو میساختیم، این نتیجه نظرخواهی رو برای ما تلویزیون فرستاد که مردم نظرشون چی بوده که مثلا اگر ما اصلاحاتی هست اونها رو به کار ببریم در آینده این کار. اونجا من متوجه شدم که بعضی از این آدم ها، یعنی از این که اکثریت آدم هایی که در این نظر خواهی شرکت کردن سراغ اون شخصیت دعاتی رو میگیرن که روز اول اومده بود، اون چرا دیگه پیداش نیست. من رو پرویز گاردان که برنامه سرکار سوار می نوشتیم تازه متوجه شدیم که مردم سراغ اون شخصیتی می گرفتن که نه من و نه او هیچ وقت فکر نمی کردیم اصلا باید تویست و هنوز نامی هم نداشت. اصلا همون یک بارم اومده بود، اولین برنامه آنچنان اثر گذار بوده اون نقش کوچک در همون اولین برنامه که تو این نظرخواهی که شش ماه بعد انجام شده هنوز اونجا بود که من متوجه شدم که این شخصیت خیلی مورد توجه قرار گرفته. از اونجا به بعد هر وقت سهم من میشد نوشتن و ساختن سر پروسال این شخصیت رو اونجا جا میدادم و کم کم اسم و سمد و مادرش و خانواده روستایی که دورش جمع بودن اینجا پیدا شدن توی این نمایشنامه که من میدوشتم. خب بعدن این اسم سمد، اون موقع هم که اسم سمد بنوشتم من آگاهی چندانی از ادبیات منتسب به سمد بهرنگی نبودم واقعا حقیقتا، بلا میتونستم یه اسم دیگه و اگر بهش میگفتیم رجب با همین شخصیت انجام بود بازم همین حالت داشت که امروز داره. هر اسم دیگه میداشت همینقدر محبوب بود که الان هست. یعنی این محبوبیت یا این شهرت که مرهون اون اسم نیست، بلکه مرهون اون نوع نمایش، نوع بازیگری و نوع داستانهایی است که براش نوشته میشه. هر اسم دیگه بود همینقدر معروف و بعد به این دلیل اون روشنفکران، بخشی از اون روشنفکرانی که الان شما بهش اشاره کردید، این تصور برایشون پیش اومد که این کار عمدی صورت گرفته. یعنی من خواستم اسم صمدی در تلویزیون به شهرت برسه که مثلا فرض کنید که خواهان بیشتری پیدا کنه از اون قهرمان مورد نظر رو توجه جناح چپ که خود منم دوستش داشتم، ولی اصلا چنین قصدی در میان نبود. علت یه مقدار زیادی گاردگیری اون طبقه روشن فکر چپ به خاطر همین بود که این اشتباه رو نمیدونم کی تو ذهن اینا به وجود آورده بود و به همین دلیل هم این هیچ وقت هیچ نه تنها با شخصیت صمد، با خود منم هرگز جناح چپ در ایران سر آشتی نداشت.
هیچ وقت من هیچ نقد نظری از اون جناب هرگز به سود ندم، حتی این نمایش، حتی در نمایش جدی که دوستان تئاتر آوردم، چه فیلمای جدی هم که تو سینمای پیش از انقلاب من فقط 7 سمت ساختم، ولی 23 تا فیلم سینمایی هست که من تهیه کننده اش هستم، یا در فیلمنامه‌اش دخالت دارم یا بازیگرش هستم، ولی هیچ نشانه‌ای از اونها هم نیست، حتی یک نقد نظر واقعا منصفانه هم راجع به اون فیلم نیست. این به هر حال سرنوشت من پیش از انقلاب بود، ولی بعد از انقلاب دیگه ما دیگه اون تمرکز رو نداشتیم که ادبایی مثل شما که صاحب نظر هستید، مثلا که در شهری در آلمان زندگی میکنید، کارهایی که من مثلا در لس آنجلس میکنم مثلا بتونید دنبال کنید. بخشی از اونها اگر اومدم نمایش آوردم به اروپا، هرگاه فرصتی داشتید مثلا به دیدن یکی دو تا شومدی، ولی من بیشتر مثلا 15 تا نمایش به صحنه آوردم. این پراکنده ما اجازه نداده که ما به طور مستمر از فعالیت‌های یک نویسنده یا فیلمساز یا یک هنرپیشه بتونیم واقعا به طور مداوم با کارش آشنا بشیم که بتونیم به یک نتیجه‌ای، یک به صورت ارزیابی برسیم نسبت به اون کار. خب طبعا به خاطر این فراکندگی هم هیچ ارزیابی باز از کارهای بعد از انقلاب من هم، چه اونایی که تو قالب صمد انجام شده با شخصیت صمد به صحنه آمده، گرچه همونقدر محبوب بوده و پاپولر بوده و که من تونستم تمام زندگی بعد از انقلاب و معیشتم و از این درآمد تئاتری بگذرانم، من ممردیه نداشتم برای زندگی، ولی با این وصف هنوز هیچ تجزیه تحلیلی و یک گزارشی از کارهای نمایشی بعد از انقلاب هم این دفعه به خاطر یه دلایل دیگه، فراکندگی ما ایرانی ها به عمل نیومده. علتی که من توی نمایشنامه‌های اخیرم، یعنی آخرین نمایشنامه هم دارم خاطراتم رو می‌نویسم، به خاطر همینه. این کاری که کردم اولا یه جایی به عنوان یه مجموعه یک مرور شده باشه بهش، چون ما که به صورت گزارشگر یا یک منتقد که در یه شهری اونقدر فعالیت های فرهنگی و نمایشی باشه که بتونه مستمر مقاله رژیم نویسی که نداریم که، پس میافته این هم میافته به وظیفه خودمون هستش که این کارها رو به صورتی مروری برش بکنیم. حالا منم خاطراتم رو که دارم به صورتی نمایشی در آوردم بیشتر انگیزش همینه. خب من یه پرسش دیگه از شما میکنم، ببخشید، درباره صمد و بعد برمیگردم یکی دو پرسش دیگه هم دارم، وقت شما رو بیش از اون رقم گرفت. شما اگر برگردید به 30 سالگی در همون فضای آزادی که اون موقع نسبتاً آزاد بود، نه در فضای جمهوری اسلامی، و با تجاربی که الان اندوختید، آیا باز هم فیلم های صمد رو ادامه میدادید یا فکر میکنید الان بعد از عمری که عمر تجربی که از شما گذشته آرمان دیگری، نوع دیگری از سینما و تئاتر ذهنتون بوده که امکان بروز نداشته و اگر این بار فرصت و جوانی و آزادی و امکاناتی باشه شما اون آرمان ها و اون آرزوها رو برآورده خواهید کرد؟ اگر همونطوری گفته برای این کار برگردم به گذشته، یه تجدید نظری در کارهایی که برای سینما به خصوص انجام میدادم به عمل می آوردم و همه این بود که صمدهای بیشتری می ساختم. خیلی راحت براتون گفته باشم، از 23 فیلمی که من در ایران ساختم 8 فیلم های صمده، بقیهش فیلم هایی بود که به خاطر جبران زیان مالی اون فیلم ها من مجبور بودم این صمدا رو بسازم، به خاطر اینکه بتونم از درآمد این بتونم جبران کنم زیان های حاصل از اونها رو. اونا نه تنها برای من در دوره که ساخته شد زیان مالی به وجود آورد که من نتونستم اصلا برای زندگی بعد از انقلاب خودم در خارج مثلا اندوخته ای داشته باشم که بتونم اون اندوخته رو با خودم بیارم بیرون، نه تنها اجازه نداد اون شکست تجاری اون فیلم ها که من همچی کاری بکنم، بلکه همین هرچی هم از فیلم های صمد در می آوردم خرج بدهی های اون فیلم ها می شود. از همه اون فیلم ها که ساختم با ابراهیم گلستان، با فرخ غفاری، با سراغ شهید سادس، با علی حاتمی، حتی با مسعود کیمیایی و دارش و مهرجوی دیگه، از اینا دیگه با فیلم ساز شناخته شده و برجسته تر که نداشتیم در تاریخ سینمای خودمون،
غیر از حسن کشل که تازه اونم تعیین کنندش یه کسی دیگه بود، منافع مالیش که اون اومد، هیچ کدوم از این فیلم‌ها موفقیت تجاری نداشت. برای که ما میخواستیم به غنای سینمای اون دوره کمک بکنیم، بیشتر فکر درآمد مالی نبودیم. و من عنوان تهیه کننده عاشق سینما فکر میکردم مثلا فرض شما اگر یه طرحی دارید که تهیه کننده سینما معمولی سینما براش سرمایه گذاری نمیکنه، و حق هم داره چون برای اون مارکت آدمای کارگرای تهیه‌شهر برفی بشه میساخت. ما فیلمای خارجی که به ایران میومد همه رو هول داده بود این تهیه کننده های بخش خصوصی رو که مخاطبشون از طبقات فرودست رو انتخاب کنن. اون موقع اصلا 32 فیلمی که سینمایی که فیلمای ایرانی نشان میداد، شاید مثلا یکیش یا دو تاش، یکیش تو میدان فوزیه بود، یکیش هم نزدیک دانشگاه بود، سینمای کاپری، بقیه‌اش تهیه‌شهر بود. تو اگه شما به اون سینما می رفتید، شما اصلا زن نمیدیدید تو سینما. یکی دو تا ممکن بود زنای چادر نوازی باشن، ولی اکثرا مرد بودن. صاحب اون سینما ها قبل به من گفتن تنها زمانی که خانواده می آمد به سینمای ما ها در تهیه شهر، زمانی بود که فیلم های سمد ما نشون می دادیم که اینجا زن و شوهر و مادر بزرگ و بچه ها همه بودن، و ما اصلا تمام توفیق تجاری فیلم برای بود که یک نفر دو نفر از یه خانواده نمی رفت، بلکه همه خانواده می رفتن، بعدم به صورت تکراری می رفتن تماشا می کردن. به این دلیل فیلم ها پرشورش بود، چون اونم همون سرنوشتی داشت نمایش این فیلم ها که فیلم های بقیه سینما های بخش خصوصی مملکت داشت. فقط این شانس داشت که بتونست به خاطر شهرت که در تلویزیون داشت بتونه نظر خانواده ها رو به خودش جلب کنه، نه فقط مرد خانه رو یا جوانی که مثلا علاقمند سینماست. اصلا نمیدونم چرا به اینجا کشیدم، از سوال چی بود؟ بعد جواب دادین، پرسیدم که آیا اگر برگردید به جوانی؟ آیا برگردم؟ تأثیری که فیلمای صمد که اصلا هدف من این نبود، فقط برای جبران زیان مالی اون، اگر خاصیتی توش هست به خاطر خاصیتی است. اصلا نوع نگاه من، نوع کارهای نمایشی من در تلویزیون هم اگر چیزی باقی مانده باشه که نمانده، همه این چیزا رو در اون فیلمای تلویزیونی هم بود. یک کار تازه من انجام نمیدادم از نظر شیوه نمایشی. تنها چیزی که باقی مانده از اون دوره برای قبل از جوانایی که بعد از انقلاب به دنیا آمدند در ایران و در خارج از کشور، همین چند تا فیلم صمد هست. من فکر کنم اگر من چون سالی یه بار میساختم فیلم صمد، اینقدر گرفتار کار نمایش و تلویزیون بودم، اصلا امکان نداشت. آقای مانی دو تا ست میساختم در سال، سه تا میساختم. آقای مانی، آقای اربابی، انقلاب رخ نمیداد، من به جای 8 تا صمد الان 50 تا فیلم صمد داشتم. خب شنوندگان گرامی، شما میدونید که آقای پرویز صیاد یک هنرمند چند وجهی است و نزدیک به 37 سال است که در خارج از کشور زندگی می‌کند. 40 سال. و ایشون سوای اون فیلمایی که ما ازش دیدیم و دیگه کیفیتشون واقعا از بین رفته ولی هنوز هم هستن، سوای اونها در خارج کشور کارهایی کردن، کارهای تئاتری، کارهای روی صحنه، و در این حال هر سال یکی دو بار در برابر دوربین میشینند در حدود نیم ساعت با مردم درباره هنر و ادبیات یا این فیلم آن هنرمند یا هر چیز دیگری سخنانی دارند بسیار جدی که به باور من بسیار بسیار دلنشین هست، بسیار متعهدانه هست، بسیار حساب شده هست. سخنی که میگن از روی تصویر حساب فردی با این و اون نیست، بلکه میخواد نوعی از آگاهی رو در برابر آنچه که در بازار هست قرار بده و داوری رو میگذارد، میسپارد به بیننده. شما آقای صمد، آقای عزیز، قرار شد از صمد آقا بگذاریم. شما آقای صیاد، در این گفتارهای کوتاه جدیتون که خیلی متاسفانه کم هست، چی میخواید ببینید؟ میشه چکیده ایدهاتون و آرمانهاتون رو بیان کنید؟ اشاره که کردی در واقع هدف من رو کاملا میرسونه. آگاهی دادن، من در خارج کشور چون امکان ساختن نمایش به خصوص با یه گروه خیلی محدود هست برای ما،
ناگزیر کارم پیشی حتی روی صحنه به نمایشنامه تک نفره با آن منشو یا حد اکثر با دو تا بازیگر که با آقای خرسندی سه تا نمایش به صحنه برده بودیم. ولی در تلویزیون فرصت‌های محدودی در اختیار من بود، چون تولید کار تلویزیونی با امکانات کم و اندکی که در اختیار صاحبان تلویزیون در خارج کشور هست، حالا بگذاریم از چند تا تلویزیونی که پشتوانه مالی دولتی دورشون هست، امکانی که سریال بسازن، فیلم سینمایی بسازن با معیارهایی که در خارج کشور باش مواجه هستن نیست. در نتیجه کار من برای ارتباط با تماشاگرم یا به وسیله شخصیت صمد بود که روی صحنه تئاتر انجام میشد، و اگر خودم بخواستم مستقیما سخنی بگم اونو به صورت یک تکگویی تئاتری در می آوردم، یعنی خلاصش میکردم یه گفتاری که مثلا مقاله‌ای که مثلا فرش مبایده 10 صفحه برای یه موضوع خاصی در نظر باشه، در اقام بشه در 3 دقیقه یا یه سخن 4 دقیقه که این در واقع منم عنوان یه شخص آدمی که بازیگر تئاترم، این ارزای یک بازیگر تئاتر از اجرای یه مونولوگ یا یک تکویی که توی همه تئاترهای کلاسیک هست و اصلا تئاتر اصلا با تکویی شروع شد در ادبیات یونان قدیم، به اون صورت در اومده و مجموعه اینها رو گاهی امکان این بوده که در نشریات هم همین نوشته ها و همین گفتارها که در تلویزیون اجرا شده عنوان متنش چاپ شد، مثلا در روزنامه چاپ شد، در خیلی از روزنامه چاپ شد و یه قسمتش هم به صورت یه کتابی من درآوردم که به نام اثر در سخنی رو گرفت. اینا در واقع همون نیتی بود که من خواستم با یه مخاطبین تلویزیون خودم که در ایران در صورت برنامه‌های جدی‌تری عرضه می‌شد اینجا خلاصه به صورت خلاصه شده و فشرده اجرا بکنم. این هدف من بود از اجرای مرکم افتراد را تکویی. خب گرام سیاد، من یک دونه از شما سپاسگزارم که این خوشبختی رو نصیب من کردیم که با هم گفتگو داشته باشیم. من یک بار رفته بودم سفری مثلا به لس آنجلس، تمام مدت توی آپارتمان ها یا خونه ها زندگی میکردم و بقیهش هم توی اتوبان هایی که چیزی نمیشد دید. وقتی برگشتم بعضی ما پرسیدن لس آنجلس بودی؟ چجوری لس آنجلس؟ گفتم ولی آپارتمان 150 متری جلو حیاتم هست، بعضی سخرم داره. شما هم امروز تشریف آوردیم بخون و اصلا فرصت نشد من ببرم این شهر زیبا رو به شما معرفی کنم که چه شهر فرهنگی است. یکی از بزرگترین تئاترهای آلمان در اینجاست. برتولد برشت و دخترش در اینجا اجرا داشتن. یک شهر دانشگاهی، یک شهر علمی است و حیف که فرصت نشد شما رو من ببرم بچرخونم، اما خوشحالم که به هر حال اومدید در این اتاق شاعرانه و با شنوندگان و بینندگان ما هم سخن گفتید. من با اجازه شما از شما خواهش می‌کنم اگر سخن پایانی دارید بگید و بعد من برنامه رو قطع کنم، چون دوستان اومدن پشت برنامه نشستن منتظر اجرای برنامه درباره شاهنامه فردوسی هستن. منم از خبران سپاسگزارم که شما امکان رو بر من به وجود آوردید که از دریچه این دوربینی که مقابل ما هست با مخاطبان شما که میدونم چند سالی دارید کوشش میکنید که این فرصت بدید این مخاطبان رو ارتباط برقرار کردم، یه گوشه هایی از زندگیمو تعریف کردم، ایشالله در سفرهای بعدی چون شما این پایگاه نمایشی و تلویزیونی رو درست کردید قول میدم که بازم در خدمتتون باشم و بیام از محضرتون استفاده بکنم، از مسابقتون برخوردار بشم. یک دنیا سپاس، موفق باشید. سپاسگزارم از شما، عمر دراز و پیروزی باشید.